دومین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام در زندان های مختلف. روز سه‌شنبه 15 خرداد 1403 زندانیان سیاسی در زندان‌های قزلحصار، اوین، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی و نقده در 19 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام اعتصاب غذا کردند. در بیانیه 19 دور کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام، زندانیان شرکت کننده با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این کارزار نوشتند: در تاریخ 9 بهمن 1402 جمعی از زندانیان عادی قزلحصار با تشریح شرایط خود از همه زندانیان در زندانهای سراسر کشور درخواست همراهی و حمایت کردند. این شرایط مرگبار زندانیان عادی از سوی انبوهی از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف مورد توجه و حمایت قرار گرفت. زندانیان در بیانیه خود افزودند: از نظر زندانیان سیاسی کاملا واضح بود که اعدام زندانیان عادی وسیله‌ای برای سرکوب و ارعاب همه اقشار جامعه و لاپوشانی اعدام‌های سیاسی است. لذا بلافاصله استمداد زندانیان توسط زندانیان سیاسی قزلحصار و سپس سایر زندانیان اجابت شد. در بیانیه تاکید شده فیلم چند دقیقه‌ای از انبوه اعدام‌ها که توسط زندانیان عادی سالن 7 واحد 1 قزلحصار منتشر شد، شرایط زندان‌ها و اعدام‌ها را به شکل عینی‌تری نشان داد. گرفتارن، هفته 10 نفر 20 نفر فقط اینجا میبرن میکشن، یا میخوان بکشنمون یا میخوان آسایشمون رو بگیرن. تو خدا برسید به دادمون. شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام در بیانیه خود تاکید کردند به رغم هشدارهای متعدد نسبت به اعدام زندانیان اهل سنت، متاسفانه قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، انور خضری و خسرو بشارت اعدام شدند و تنها بازمانده این پرونده کامران شیخه که در خطر اجرای حکم اعدام است، به دلایل نامعلوم به تازگی از زندان قزلحصار به زندان مهاباد منتقل شده است.